آقای مختاری، این روزها که در واقع به 25 بهمن هم نزدیک میشیم، من فقط خواستم یک مشاوره با شما داشته باشم در مورد اینکه چه حال و هوایی دارید و آیا امکانش هست که مراسم سالگردی هم برای محمد مختاری برگزار بکنید یا نه؟ در نظر داریم، ولی خب دیشب ما با برادرش نشستیم صحبت کردیم که فردا یکشنبه یه مراجعه بکنیم ببینیم اجازه میدن ما مسجدی جایی، چون اون روز که نتونستیم این کارو بکنیم، ولی مسجدی بتونیم یه ختمی برای سالگردش بگیریم که اگر اجازه دادن و مسجد گرفتن خوب بریم اونجا، اگه نه این که همون حالت قدیمی چله مثل بریم همون سر مزارش. به عنوان خانواده محمد مختاری، این یک سال بر شما چگونه گذشته؟ خیلی سخت. سخت به این معنی که خوب خاطرش تو زندگی هست، هر گوشی کناری که نگاه میکنم یاد ایشون میفتم. ولی از این بره که میبینیم هیچ کس، یعنی حس میکنیم که خب این حرکتی بودی که یک سال کسی نیومده بگه چی شد، ولی حالتی تو ایران به این صورت یه سکوتی گرفته و صدایی نمیاد بیرون که بگیم ها چی طور نشده، جز رسانه های خارجی، رسانه داخلی که حرفی ندارن. اینا هم مهمت دارن که مثلا یه مسئله یا برنامه داشته باشیم که اینا مراجعه کنیم، اگر نه چیزی دیگه تا حالا ما نهیدیم. به عنوان پدر محمد مختاری، فرزندتون رو خب بهتر میشناسید، فکر میکنید اگر الان برگردیم به یک سال گذشته، یا محمد یک بار دیگه هم توی راهپیمایی شرکت میکرد؟ محمد چرا؟ محمد این اعتقادی داشته، میدونستم این کارو میکنه و همیشه هم موقعی که این میرفت در نگران بودم. فکر میکنید که مسئولین قضایی آیا امیدی دارین که به پرونده رسیدگی بکنن و یک روزی بالاخره قاتل بمونن؟ نه، چه کاری نمیتونن بکنن. به هر حال خودشون میدونن این جریان چیه، اتفاقی افتاده، همه چیشو آگاهن. اگه میخواستن بگن همون تو روزهای اول میگفتن، نه من، بقیه من میتونه کدومی کشو دالا گفتن. همه کم بیش از 100 نفر هستن، حالا تعداد دقیقش نمیدونم، ولی بیش از 100 نفر کدومی کشون رو اعلام کردن تا حالا. یکیشو اعلام بکنم بگن آقا این بود، جز این که روزهای اول شایع میکنن منافقین بودن و فلان بوده. خب خواهی منافقین بودن چطور تا حالا دید نمیبودی؟ چطور شده تا حالا شما که میگین ما هر جمعندهی با قول معروف تکون بخوره ما میفهمیم و برنامهاتون رو مثلا اعلام میکنه، ولی چطور شده تو این از این طرف این عده یه نفرش معرفی نشده بگه آقا این بوده، بیارن تو تلویزیون بگن آقا این بوده. آیا پرونده شما مختومه شده در دستگاه قضایی؟ بله، من آخرین شکایتی که کردم رفتم یه نامه رو اون گذاشتم و گفتن ما هنوز پیگیری داریم میکنیم و تا حالا نتونستیم. و البته اون موقع به ما گفتن که هر وقت جستجومون به یه نتیجه رسید به شما اطلاع میدیم، شما میتونید پیگیری بکنید. حالا پیگیری ما هر دفعه میریم همینه، چیزی دیگه نیست. خب آیا از طریق مراجع بین المللی پیگیری هم انجام دادین؟ مثلا از طریق گزارشگر ویژه حقوق بشر یا از طریق شکایت به مراجع بین المللی هیچ وقت خواستار شناسایی قاتل فرزندتون شدین؟ در هر حال چون همه از این نظر میخواستن که به این گزارشگر اعلام بکنن، ما هم گفتیم یادداشت کردن، نمیدونیم به دستش رسیده یا نه، خبر نداریم. ما هیچی نمیخوام معرفی بکنیم به چه دلیل کشتنش و قاتلش رو مشخص کنیم. اگر برای شما دشوار نیست، میتونیم برگردیم به یک سال گذشته و مختصری شرح بدین که چه کسی اولا به شما خبر شلیک شدن به محمد مختاری رو داد و
اون روزها چه وضعیت و چه حالی داشتیم؟ ولی اون روز من سر کار بودم، بعد متوجه شدم که باز درگیریایی شده، خیلی ناراحت بودم و تو فکر محمد بودم، چون هنوز به مراجعه نکرده بود، شارو تو خونه بود، گفتم امکان داره رفته باشه، چون ایشونم به آدمی بودی بالاخره طرفدار بود. اینی که چندین بار زنگ زدم خونه، دیدم گفته نیستش بیرونه. خلاصه تا ساعت 4:30 خودم رو رسوندم خونه، دیدم خونم نیستش. هر چی زنگ زدیم متوجه نشدیم کجاست، بالاخره جوابی نگرفتیم. بالاخره حدود نزدیک 5:30-6 بود که دیدم دوستش زنگ زد. زنگ زد که سر محمد یا آجر خورده تو بیمارستانه، شما اگه میتونین مراجعه کنین اونجا. ما خب نگران شدیم، خیلی همه نگران. تلفن زدیم به برادرش که از غرب تهران میشست، به اون گفتم زودتر حرکت کن. ما هم از این ور حرکت کردیم که تو راه به ترافیک و تلفنم قطع شد، تلفن‌های موبایلم قطع شده بود، اطلاع نداشتیم. ولی ما دیر رسیدیم. وقتی رسیدیم اونجا پسرم زودتر رسیده بود اونجا، سهیل. وقتی با منو دید دیگه دیدم اشکش دراجیش شد و گفت که محمد دست داد. هی هر کار کردم که وارد بشم خودم ببینم، نذاشتن، چون نیرو اونجا زیاد بوده نمیذاشت. خود از سوائل... نیروهای کجا اومده بودن آقای مختاری؟ من لباس شخصی بودن، یه سری نیروهای انتظامی بودن و یک سری لباسهای شخصی بودن. من نمیدونم از کجا بودن، لا بسیج بودن یا جای دیگه اومده بودن. بالاخره از سوال پرسیدم چجوری شده، گفته بابا من اومدم و رفتم تو، پرسیدم دیدم این اسم محمد آوردم، آدرس دادن، گفتن تو اون چند نفره. وقتی رفتم دیدم چند نفر تیر خورده اونجا بودن که هر کدوم این حالا به بدنشون جایی خورده بود. نگاه کردم متوجه نشدم، به پرستار گفتم که کدوم یکی، گفت اون که سرش بان بست شد. رفتم جلو دیدم خودشه، تیر به سرش خورده، بالا خورده شده طوری که شیب پیدا کرده به پس سرش. ما نشستیم دیگه، بعدش ما رو خواستن و گفتن رضایت بدیم ما یه عمل بکنیم. رضایت دادیم، رفتیم تا ساعت 2 بعد شب اینا کشون بردنش این اتاق و اون برای این ور. ولی خود تو راه متوجه شدم عملی نیست، چون پای این بچه خیلی سرد شده و فکر میکنم فوت کرده بود. ولی یه مقدار این اتاق و اتاقشون کردن. بعد ساعت 2 که گفتن فعلا عمل کردیم با تو سیسیو بخوابه، ما هم که ما گفتیم چیکار بکنیم، گفت شما برین صبح. خلاصه در همون اطراف ما بالاخره بودیم، صبح که ساعت 6 اومدیم مراجعه کردیم، گفتن که فوت کرده. و برای گرفتن جسدش مشکلی پیدا نکردیم، اومدیم جسد گفتیم خود جسد رو تحویل بدین، گفت باید تصفیه حساب کنیم. رفتیم اورژانس و عمل و نمیدونم واسه خوابیدن یک شب و اینا رو پولش رو دادیم تصفیه کردیم، اومدیم بگیریم، گفته باید برین کلانتری. نامه دادم برای کلانتری، رفتیم کلانتری، پرونده پر کردیم، از اون طرف فرستادن ما رو به امنیت ملی و امنیت ملی صحبت کردیم چی شد، این جریان چجوریه، به ما تحویل میده یا نه. خب یکی دو سه روز کار داره، ما با تحقیقات اون رو بکنیم. دیگه ناامید به خونه برگشتیم. اومدیم، وقتی که اومدیم خونه اینا خودشون، بعد دیدیم همسایه‌ها میگن که اونا چی شده محمد چی شده، چون اومدن اینجا تحقیق کردن اینا. بعدم فهمیدیم که این تو محل تحقیق کردن، تو شاهرود اومدن تحقیق کردن که اونجا درس میخوند، دماوند که محل بچه اونجا هستم، اونجا هم تحقیق کردن، چیزی دست نیاوردن. در آخرش با ناراحتی تو خونه نشسته بودیم، تا این طول کشید تا ساعت 2 بعد از ظهر دیدم زنگ میزنن. رفتم مراجعه کردم پایین دم در، دیدم 3 نفر تقریبا معلوم بود با لباس بودن. تسلیت به ما گفتن و بعد به ما گفتن اگه میشه یه قطعه عکس از اون به ما بدیم، ما اینو جزو نیروی بسیج بیاریمش. گفتم نمیخواد، مسئله نیست، ما کاری شده، بندم نمیخوام بسیجی جزو بسیج بشه. گفت نه، به نفعتونه، از امتیازاتش استفاده میکنی اینا. من گفتم نه. گفت حالا شما با خانواده مشورت کنی
نیم ساعت رو نیمکت میدون میشینیم. من اومدم بالا صحبت کردم، هیچ کدوم قبول نکردم. دوباره رفتم نیم ساعت تموم شده بود، اومدم پایین دیدم خودشون اومدن جلو. گفتن چی شد؟ گفتم نه، هیچ که قبول نمیکنه. آقای مختاری شما بهشون گفتین که محمد مختاری رو توی استاتس فیسبوکش در واقع نوشته بود؟ هنوز اینجا نگفته بودم. صحبت که شد گفت شما چرا قبول نمیکنین؟ گفتم والا بیام. من بهشون گفتم که اونا گفتن چرا قبول نمیکنین، من گفتم که خب به هر حال کاری که شده من چیکار کنم، تا حالا کجا بودین که حالا بیان که بگین که فوت کرده بیان از ما به نام بسیجی و امتیاز و اینا به ما بدین. گفتم مگر چی میشه اگر قبول نکنم چی میشه؟ گفت حالا فردا مشکل تحویل جنازه و اینا میخوری. گفتم نه، به اون صورت شما فکر نکنیم، ما در هر حال یه خانواده مذهبی هستیم، ما دوست داریم بچه‌مون رو فعلا بگیریم. خیلی اصرار کردم، ما زیر بار نرفتیم. بعد از این گفتم پس باشه ما صبح میایم اینجا، صبح بازم صحبت میکنیم اینا. گفتم جنازه چی میشه؟ گفت حالا فردا صبح دیگه هماهنگ میکنیم جنازه رو تحویل میدیم. دیگه اینا رفتن و صبح اومدن دیدم دیگه صحبتی در رابطه با محمد که عکس بدین و اینا نکردم. من فکر میکنم در اینجا که اینا شب رفتن تحقیقاتی که کردن وارد فیسبوک شدن، دیدن نه اگرم تازه این کارم بکنن جواب فیسبوک چی میدن، چون فیسبوکش چون محمد تو فیسبوکش نوشته بود. بله اون که خدایا ایستاده نصیبم، ایستاده مردن رو نصیبم کن، نشسته زیستن در ذلت خسته شدم، یعنی این جمله شد. چند این جمله دیگرم نوشته بود و من فکر میکنم اونا رو دیده بودن که دیگه اصرار نکردن. صبح گفتن که گفتیم میخوام تحویل بگیریم، گفت یه نفر از شما بیاد که بریم تحویل بگیریم که ما سوئله فرستادیم. گفتم ساعت چند میایی؟ گفتن ساعت 10:30 ما اینجا هستیم. که تا 10:30 که نشد، ملت زیاد اومده بودن از فامیلا و از دوستا اینا اومده بودن، ولی خب اینا برای اینکه پراکنده کنن اینو طولانیش کرده بودن. به نظرم اینجوری میومد طولانیش کردن و هر کسی هم که میومد این نیروها رو میدادن، چون شک و شبهه ایجاد میشد، بعضیاشون رو پرسجو میکردن، بعضیاشون رو میگرفتن. به هر حال گذشت، شد ساعت 2:30 دیدیم گفتن آوردن. 2:30 دیگه خیلی ها رفته بودن و خیلی هم باز تا جدید اومده بود. تشییع جنازه کردن و آوردن تو خونه. ما اومدیم در تابوت باز کنیم که ببینیم، نذاشتن، گفتن نمیشه. یه دو دقیقه تو اینجا بود و بعد بلافاصله خودشون بلند کردن به طرف میدون حرکت کرد تو کوچه. به میدون که رسیدن عده زن اونجا نشسته بوده، من اول از صبح دیده بودم وایستده بودم، فکر میکردم اینا همون چیزا هستن، خانومای میدون هستن. بعد که رفتن جلو اینجوری شنیدم، ما هنوز به میدون نرسیده بودیم که شروع کردن به شعار دادن و دوربین هم داشت فیلم برداری میکرد و نقش بازی کردن، نقش مادرش رو بازی کردن. و بعد رفتن به طرف مسجد و بعد اونجا پایستادن یه سری شعار دادن و مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی و وارد چیز شدن. آمبولانس گذاشتن. من گفتم خب الان حدود 3:30 نزدیک 4 اجازه بدیم ما این مردم رو بگیم فردا صبح بیان، چون بهتره ساعت 3 تعطیل میکنه. گفت نه، هماهنگ شده، ما اونجا هماهنگ کردیم، همه چی آماده است. یعنی آقای مختاری کسی که به عنوان مادرش گریه میکرد و زاری میکرد مادرشون نبوده؟ و اصلا ما من و خانوم هنوز تازه از در حیاط داشتیم میومدیم بیرون، ما به اونجا نرسیده بودیم اصلا. ما شنیدیم این کار رو کردم و دیدم این خانوما رو. بعدن که اون رسیدم این خانوما شعار میدادم، همین شعار میدادم، من عصبی شدم، داد زدم، گفتم چرا میگین شما اینو آمریکا کشته، فلان کس کشته، فلان کس کشته، این چرا این شعارا رو میدی؟ اینا یه زمان کوتاه ساکت شدن، ولی بعد از اینکه رفتم دوباره شعار شروع کرد. بعد فهمیدم که این خانوما رو از اصلا خانمای اون کوچه نبودن، اونجا نبودن. بالاخره به هیچ چیز رسیدیم، به سر دیم آماده است، پرنده پر نمیزنه، ولی نیروها با استادن و راستون تو مردشو خونه اینو شستنش و
اجازه ندادن که پرده رو کشیده ما ندیدیم، فقط بعدی که آوردن جنازه رو صورتش رو باز کردن، ما دیدیمش و خانواده اون آوردن یه قسمتی که خانواده فقط بتونن ببینن. بعدش چیزی آورد دیگه نزدیکای 6 شده بود، اونم زمستون دیگه نزدیکای تاریکی بود، بعد دفنش کردن و حرکت کردیم اومدیم. یعنی اون عده‌ای که با ما اومده بودن از صبح همینجور منتظر بودن، حتی نهار هم نخورد، بالاخره نهاری به جای نهار شام خوردن و دیگه متورق شدیم. این البته جزئیاتش نگفتم، اگر نگفته خودتون فکر میکنید باقی مونده بفرمایید. نه من چیزی ندارم، حالا در هر حال خون این جوانو با پایمال نشه، حداقل دنبالش باشن ببینن خواسته هاشون چیه. ما میگه چی خواستن، میگه چی میخواستن، چی میگه خواستن که مثلا در یه جایی من رفتم گفتم اینجوری شده، به من جواب دادن که جنگه، جنگم نون حلوا خیر نمی کنن. عربیه که به من زدن. ولی شما نگفتید که محمد توی دستش خالی بوده، در واقع توی جنگ هر دو طرف مسلح هستن. واقعا من همینو گفتم، گفتم اگه جنگ بوده چه زودتر نگفتید، بچه من دست خالی رفتم اونجا. هر حال ما هم کتاب اونه اونایی نمیدونیم چی کار باید بکنیم، انجام مونده هم که سالگرد خود میخوام سالگرد بگیرم، نمیدونم چی کار بکنم.